سلام مجدد همونجور که بهتون گفتم تو این ویدیو قرار بریم در رابطه با هارد دیسک ها صحبت کنیم از کجا شروع کنیم از داخل هارد دیسک این داخل یه هارد دیسک نمیدونم چقدر خوب بتونید ببینید ولی ببینید یه هد داره که این هده یه دیسک داره که دیسک شروع میکنه به چرخیدن یه هد داره که این هد روی این دیسک حرکت میکنه و با سرعت خیلی بالا شروع میکنه خوندن اطلاعات یه برد کنترلر داره یه برد پشتش داره و اینا دیگه قطعاتی هستن که این رو کنترل میکنن ساختار کلی هارد دیسک این شکلیه واسه همینه که هارد دیسک چون قطعه سخت افزاریه به ضربه حساسه وقتی هارد دیسک میخواید بخرید اونو پیچیدنش توی مثلا از این پولکی بهتون میدن یا خودتون هم باید سر جابجا کردن خیلی مراقب باشید چون دیسک سخته و امکان داره این دیسک اصلا بشکنه بعد ببینید میگن که هارد دیسک باید تو محیط خلا باز بشه و تو محیط خلا بسته بشه و اینا چرته واقعیت اینه که چرته خب یه کار تبلیغاتیه که کسی نیاد هارد دیسک رو باز بکنه ولی کوچیکترین گرد و قباری روی هارد دیسک بشینه رد اثر انگشت و اینا گیچی کلا نابودش کردی رفته کوچیکترین گرد و غباری میتونه خرابش بکنه پس بهتره که اگه هاردیس میخواد باز بشه واقعا بره توی محیط خلا باز بشه بهش میگن اتاق تمیز تو اتاق تمیز باز بشه ولی اینکه میگن نه حتما باید تو اون محیط باز شه به اینکه این باز بشه اطلاعاتش کامل پاک میشه و اینا چرت کلی ویدیو توی یوتیوب میتونید ببینید که آدم ها هارد دیسک رو باز میکنن و میبینن از خلا در میاد همچنان داره کار میکنه هیچ مشکلی هم نره میبندن و هم دوباره هارد دیسک کار میکنه من اینو شنیده بودم وقتی این ویدیو رو دیدم باورم عوض شد پس این نمود اول هارد بدونید گفتم این هاردیسک دیسک رو میگیم هارد دیسک های دو اینچی به هارد های بزرگتر اینا میگیم هارد های سه اینچی من امروز این برای این سیستم یه دونه دو ترابایت وسترن دیجیتال یا WD-Purple پرپل انتخاب کردم که چراشو با هم دیگه میخوام یاد بگیریم همینجوری که میگم باید خیلی مراقبش باشید من دارم میذارم بد رفتار میکنم یه نکته مهم دیگه اینه که شما شاید برید هارد دیسک اکسترنال بخواید بخرید ببینید ما به این هارد دیسک ها میگیم اینترنال یعنی داخل کیس قرار میگیرن و هارد دیسک اکسترنال داریم مثل این هاردیکه که میبینید اینا رو بهشون گفتن هارد پاسپورتی چون یه پاسپورت بود و تو جیب جا میشد نکته مهم اینه که بچه‌ها بدونید داخل این هارد دیسک های اکسترنال در اصل یه دمس همون هارد های معمولی قرار داره که با یه بردی تبدیل شده حالا این مدل بردش کامل عوض شده دیگه قابل استفاده نیست یعنی ساتا و اینا نیست ولی تو خیلی از مدل ها شبیه همین ساتا هست فقط یه برد تبدیل بش خورده پس شما میتونید همین هارد دیسکایی هم که دارید تو سیستمتون رو بعدش تبدیل کنید به هارد دیسک اکسترنال اگه خواستید و حتی هارد دیسک اکسترنال رو هم میتونید باز کنید اینترنال استفاده کنید بعضی از مدل‌ها رو بعضی از مدل‌ها مثل این رو نمیشه این کار کرد این هارد دیسک اطلاعاتش پاک شده رفته واسه ریکاوری یا رو نفر اولی که بردن ریکاوری خرابکاری کرده و دیگه کس دست نمیزنه که این رو درست بکنه و اطلاعات خیلی مهمی هم بنده خود روش داشته یه مادریه که میگفت اطلاع عکسای 5 سال اول بچگیه بچه توش بوده و پرید متاسفانه این از انواع هارد دیسک ها که بهتون گفتم حالا بریم تو کامپیوتر من اطلاعات بیشتری رو اینجا یه سری تب باز کردم که بهتون نشون بدم هارد دیسک های WD که تو ویدیو قبلی گفتم تو ایران خیلی معروف هستن 6 تا رده بندی دارن این رده بندی یکی میبینید WD تو یه حرکت هوشمندانه اومده اینا رو با رنگ مشخص کرده کلی مقاله در مورد این رنگ ها میتونید پیدا بکنید حتی مقاله فارسی مثلا علم فردا خیلی مقاله خوبی داره یه ذره قدیمی شده ولی مقاله شمچان خیلی خوبه من هم یه ویدیو ساختم که کامل دونه دونه ریز به ریز همینا رو توضیح دادم اگه خواستید میتونید از کانال یوتیوب من این ویدیو رو ببینید یا بقیه هم که کلی ویدیو ساختم بریم اینجا شروع بکنیم نگاه کنید ما 6 تا رنگ اصلی توی هارد های WD داریم گرین یا سبز بلو یا آبی رد یا قرمز پرپل یا بنفش بلک یا مشکی و گلد یا طلایی حالا هر کدوم از اینا برای چه کاری هست من تو ویدیو کامل توضیح دارم ولی اینجا یه کوچولو میگم سبز برای آرشیف کردن کمترین کارایی رو توی هارد دیسکای WD داره و اغلب برای آرشیو کردن استفاده میشه سرعت رید و رایت پایینتری داره ولی ارزون تر از هم هست میتونید از اون سبز استفاده کنید آبی برای کاربری روزمره است خب کاربری های روزمره و خیلی خوبم هست پرفورمنس خیلی خوبی به شما برای کاربری روزمره روزمره به بهتون میده بعد از آبی میشه قرمز قرمز برای کاربری حرفه‌ایه خود قرمز رو دو مدل میکنه تازه رد معمولی و رد پرو اگه اینجا نگاه کنید تو این نکس رد معمولی داریم و رد پرو رد پرو برای قرمز برای نس سرورها استفاده میشه نمیدونم اولش چی گفتم اگه اشتباه گفتم قرمز برای نس و سن سرورها استفاده میشه جاهایی هستن که یه دونه نس اینجا رو بهتون نشون بدم حالا توی خود سایت دبلیدی هستش نشونتون میدم اینجا یه جایی دیدم نها کنید این یه نسه مثلا یه نسه کچولوه که چهار تا دونه هارد میتونه توش بخوره و با شبکه بشوز بشی همه اطلاعات روش بریزی برای اینا باید از هارد دیسک های قرمز خریداری بکنید و استفاده بکنید و خیلی کارایی بالاتری دارن ورژن پروش هم که خیلی حرفه تره میتونه همزمان کلی آدم دیتا روش بنویسن کلی آدم دیتا از روش بخونن و خیلی خوب جواب بده مورد بعدی بنفشه بنفش برای دوربین های نظارتی ساخته شده تو توضیحات بنفش میگه آقا این هارد دیسک ها میتونن 24/7 24 ساعت شبانه روز 7 هفت روز هفته روشن باشن و کار کنن و توی مثلا این مدلهایی که الان هست میگه آقا تا 16 تا تا 18 تا تا 30 تا دوربین همزمان میتونن بنویسن و همزمان هم من دارم بتونشون نشون میدم و به خاطر این طراحی شده چون این طراحی خاص رو داره و این 24 7 بودنه رو این مدل هارد داره خیلی هاردیس که محبوبی هست برای ماهایی که برای آرشیو آدما میخوایم بذاریم من با چندین کسی که چندین تا از این افرادی که کار ریکاوری انجام میدادم که صحبت کردم همشون میگن آقا پرپل بخر پرپل بخر اگر مشکلی بخوره خیلی ریکاوریش راحت تر از بقیه است و قطعاتی ریزی داخلش هم گیر میاد من واسه اینه که پرپل خریدم گفتم بدونید ولی اصلش اینه که این برای دوربینای های اگر اگه جایی دارید دوربین مدار بسته مندید فقط و فقط برید سراغ پرپل سراغ هیچ مدل دیگری ردید نه بعدش مدل بلکه بلک برای کاربری حرفه ای طراحی شده آبی و بلک دو تا چیزی هستن که ما تو کامپیوترام میبندیم من اگه بخوام روی سرور ببندم حتما بلک میبندم اگه بخوام یه کار خفن درستا بی انجام بدم حتی رو کامپیوتر خودم حتما بلک میبندم من الان رو این کامپیوتر دو تا بلک دارم همه رو دارم پرپل دارم سبز دارم آبی دارم بلک هم دارم این چهار مدل رو من روی این کامپیوترم دارم و هر کدوم دقیقا برای یه کاری کنار گذاشته شده پس بلک برای کار حرفه‌ایه و گلدم برای دیتا سنتر هاست خیلی گرونه از ورژن پرو هم گرونتره از ورژن رد پرو هم گرونتره من تا حالا خودم ندیدمش اصلا تو بازار دیدم مثلا میفروشن ولی تا حالا خودم جایی نبستمش همجوری که هم اس اس آها اینی که گفتم هم برای اس اس هاشه هم برای ام 2 هاشه هم برای هارد دیسک هاشه. فقط برای هارد دیسکش نیست این ساختار رو برای اون مدل های دیگه هم داره ولی من گفتم تو این ویدیو که اینجا کار بیشتر میشه اینجا در صحبت کنیم پس این از WD رقیب جدی WD سیگیت. سیگیت هم تقریبا همینجور کار رو انجام داده میبینید رنگ داره ولی اسم میذاره روش نه کنید خودش میگه آقا هاردیسک های سری باراکودا برای کامپیوت کردنه برای محاسبات سری فایر کودا برای گیمینگشه آیرن وولف برای نسشه همون قرمزه رو اونجا گوشته میبینید سکای هاک برای سروایلنس معادل بنفشای اونوره بره اگزوس فکر کنم، اگزوس انترپرایز هارد drive معادل قرمزای ای، یه البته قرمزا رو میتونیم اینجا معادل مشکیه و یه مدل هم داره به اسم نایترو که انترپرایز اس اس دی هاش هستن اس اس های ایش. توی چیز WD SSD حرفه ایش هم بلکه WD بلکه ولی اینجا این مدل رو جدا کرده این هم تقسیم بندی های سی که حالا میتونید ببینید نها کنید مثلا باراکودا تو هر سه تا مدل هم داره باراکوداش ایناست فایرکودا ایناست بعد آیرن وولفش نها کنید آیرن معمولی پرو بعد SSD اگزوس هم اینجا داره دیگه سکای هاکش اینجاست اگزوس ای مثلا دونه دونه همه اینا رو و اینم اینا انواع مختلفشه من مثلا یه یوتیوبری هست به اسم لاینس تک تیپس خیلی یوتیوبر معروفیه کاملا نزدیک 15 16 میلیون فقط ساب داره اون خیلی با سیگیت بیشتر از دبلی حال میکنه ولی تو ایران سیگیت خیلی کم میاد همینا هم به شدت سخت میتونید تو ایران پیدا کنید WD رو خیلی بهتر میتونید پیدا کنید ولی خوبه که بدونید حالا بریم سراغ WD یه ذره مدلای WD را با هم بررسی کنیم ببینیم اگه می‌خوایم یه هارد بخریم حالا چه پارامترهایی هم مهم توجه بکنیم ظرفیت رو گفت گفتم موارد موارد مهمه ولی بریم با هم دیگه ببینیم این سایت اصلی سیگیت چند تا مدل رو اینجا گذاشته من حالا مدل‌های مختلفو باز کردم ببینیم مثلا مدل آبی که رند بازار ما هست رو ببینیم نگاه کنید تو سه تا دیسک سپید میاد 7200 که گفتم 5400 و, و یه دونه جدید هم زده 5640 RPM حالا این یکی زره متفاوت تره ولی نها کنید این 5640 RPM فقط 8 ترابایت داره اصلا نسخه پایین نداره 7200 500 گیگ و 1 ترابایت و 2 ترابایت هم داره ولی اونجا مثلا 8 ترابایت هست بیا 5400 500 داره 2 ترابایت داره 4 ترابایت داره و 6 ترابایت نکته مهم اینه که به غیر از ظرفیت و دیسک اسپید یه چیزی به اسم کش هم توی هارد دیسک ها مهم میشه توی اس اینا اونقدر مهم نیست توی هارد دیسکا ها خیلی مهم میشه چرا چون این هارد دیسک کنده همونجوری که نشون تو دادم این باید به چرخه از روی این دیتا خونده بشه اینکه من دست میذارم یعنی این, این هارد کلا نابود شده شما باز نکنید هاردتون این کار بکنید این هارد کامل نابوده چون این یه ذره کنده ما یه کشی داریم که اون کشه قرار کمک کنه سرعت بره بالاتر مثلا این هارد که من الان خریدم پشتش نوشته 256 مگابایت کش که الان نشونت میدم دو تا مدل داره من 256 رو خریدم هر چی کش بالاتری بخرید بهتره پس اینجا بر اساس ظرفیتتون نا کنید اینا همشون آ این یکی 5640 مثلا 128 مگ کشه پس بر اساس ظرفیت و این چیزایی که داره انتخاب میکنید و خریداری میکنید این کل چیزایی که واسه هارد دیسک باید توجه بکنید پرپلر رو ببینیم این اون پرپلاس که بهتون گفتم من دو ترابایت خریدم دو ترابایت یه 64 مگ کش داره یه 256 مگ کش داره و دقت کنید قیمت فرقی نمیکنه فقط موضوع اینه که پیدا بکنی اگه پیدا بکنی حتما برو بالاتر رو مثلا تو مدل 8 ترابایتش فقط 128 مگ کش داره میذاره عجیب غریبه کاراشون دیگه حتما نباید اگه اون 256 حد مدل بالاتر اینجوری باشه حتما بیاید سایت اصلی سر بزنید ببینید چه جوریه بعد دنبال اونی که درسته توی بازار هستش بگردید و پیدا بکنید پس اینجا اصلا سرعت فرق نمیکنه همه سری بنفش 5400 هستن یه چیز دیگه که گفتم میدم خوب نشونتون بدم نها اینجا بدید هارد های خیلی مختلفی داره اکسترنال هاش هم همونجا که گفتم داخلشون یه اینترنال معمولی قرار داره ها مثلا ببینید رد پلاس هم داره یه بغیر از این مای ها. این مای ها هم جالبیشون چیه این مای بوک ها کابل شبکه میخورن و شما میتونید مستقیم وصل به شبکه همه به شبکه وصل بشن با اون کار کنن یه جورایی میشه گفت یه نس بعضی بعضیاشون کاپ شبکه میخورن حتما باید موقع خرید نگاه بکنید ببینید که کارت شبکه کاپ شبکه بخوره بذارید با هم دیگه باز کنیم ببینیم اینجا چیزی تو توضیحاتش نداشته باید بیاید پایین بگردید ببینید که حتما کاپ شبکه بخوره اینترفیسش چیه یو اس این به درد شبکه کردن ما نمیخوره پس باید برید سراغ اونایی که با فکر کنم اسمشون بود یه چیز دیگه بود اسمشون اونایی که کاپ شبکه که خود یادم نیست ولی این مدل چشمو گرفت گفتم بازش بکنم بهتون نشون بدم اینجا نگاه کنید این دیه بلک خب SSD که برای کارهای حرفه تر طراحی شده دو ترابایت 4 ترابایت و 5 نه نه با این ظرفیت SSD نیست HDD که ولی خب جزء سری بلک هستش که میتونید خریداری بکنید اگه خواستید پس نه آها اونایی هم که بزرگتر بود اسمشون کلاود بود کلاود یه چیزی بهشون میگفتش که میتونید از اونها پیدا کنید کاپ شبکه میخوره اونم خیلی گزینه جالبیه واسه شرکت ها و اینجور جاها نظرم خیلی میتونه چیز خوبی باشه این جی ریدا هم که احتمالا از تکنولوژی رید پشتیبانی میکنه حالا باید باز کنید ببینید من دیگه الان این کار نکردم پس این از این حالا یه نکته دیگه این که وقتی میخوای بری هارد بخری آقا به فرض تصمیم گرفتم این مدل هارد رو بخرم میایید میگردید جدول ریز به ریز مشخصاتش رو اینجوری پیدا میکنید خب بعد این نگاه میکنید ببینید که آقا این چیزایی که میخوای تو کدوم هست مثلا ببین این مثلا مدل 3.5 و اینچه آبیه 8 باید داره 6 داره 6 داره 4 داره 4 داره خب این دوتا چه فرقی با هم دیگه میکنه باید نگاه بکنید باید برید ریز به ریز اینا بخونید ببینید که آقا چه فرقی میکنه و ریز به ریز توضیحاتشون هست همونجوری که ببینید کامل از اندازه و چه مقدار برق مصرف میکنه و اینا بعد این مدل های 3 ترابایت و 2 ترابایتش رو اینجا گذاشته و مدل 500 گیگ و 1 ترابایت پس کامل اینجور جدول های رو میتونید پیدا کنید هم برای 3 اونی مینچ هم برای 2 اونی ها خب همه اینا رو میتونید پیدا کنید قبل از اینکه بخواید انتخاب کنید پیشنهاد میکنم برید اینا رو ببینید و تصمیم بگیرید شاید الان به خودتون بگید آقا تو بازار که اینجوری انتخاب نمیکنن هر چی تو بازار گیر بیاد میبندن بله اونا میشه کار بازاری تصمیم به با خودتونه میخوای بازاری کار کنی یا میخوای یه کار حرفه انجام بدی وقتی کار حرفه انجام بدی چهار بار پنج بار ده بار که اینا رو بالا پایین بکنی دفعه یازدهم دیگه اصلا نیازی این اینا رو بالا پایین کنی همش رفته تو حافظت میدونی نهایتش اینه که یه سرچ میکنی ریز فقط سری پیدا میکنی که اوکی فرق این دوتا اینه اینو میخوام بعد میگردی تو بازار اونو پیدا میکنی بعد یه نکته دیگه هم بگم پیشنهاد میکنم اینجور چیزایی که میبینید انقدر امکان داره نکته دار باشه رو برید از سایت ها بخرید به خاطر اینکه اونجا دقیق نوشتن و همونو بهتون میدن نرید پیش مغازه دار مغازه نه بابا فرقی نمیکنه که اینو ببند جاش جا شوکه اینم هم مثل همونه با اینا و اینا تو فیلماس و تو فیلماس سایت داره خودش سایت سازنده داره اینجوری میگه پس من همونی که میخوام میگم حواستون باشه سرتون اینجوری کلا نذارن و همین با این پارامترهایی که گفتم خیلی راحت میتونید هاردتون رو انتخاب بکنید هم از ظرفیتش هم اینکه کدوم مدل رو بخرید بهتر هستش من بنفش رو خریدم به اون دلیلی که توضیح دادم سایت یوزر بنچ مارک و همون فکر حتی پی سی مارک هم ببخشید سی پیو چی بود اسمش اون که سایت هم این رو داره و میتونید هارد رو هم اینجا با هم دیگه مقایسه بکنید ولی متاسفانه گفتم یه چیزی که هست که ما تو ایران مثلا سی تو رو خیلی کم گیرمون میاد و دبلیو بیشتر گیر میاد پیشنهاد میکنم تو دبلیو دی بگردید که راحت تر بتونید پیدا کنید ولی شاید هم بگید نه من از آمازون میخرم میخوام مثلا اون چیزی که میخوام بیاد فایر کوده ها یا مثلا بارا کوده ها مدل های خیلی خوبی هستن که من تستم کردم تو ویدیو ها هم زیاد دیدم خیلی مدل های خوبی هستن امیدوارم ویدیو به درستون خود باشه در مورد هارد دیسک ها سوالی داشتید میتونید بپرسید و فکر می کنم که همه موارد رو بهتون گفتم مرد شیر کاویانی هم و این دوره رو دارم برای مکتب ضبط میکنم مرسی از اینکه ویدیو ها رو میبینید مرسی از اینکه تو دوره با ما همراه هستید حتما پشتیبانی اگر میتونیم کمکی بکنیم بگید که کمکتون کنیم فعلا خدا نگهدار